قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. درود بیکران بر همه شما عزیزانم و با نام و یاد خداوند جان و خرد برنامه رو شروع میکنم. با سپاس و تشکر از مراهم شما، قدردانی شما، من متقابلا از اینکه انقدر لطف و مرحمت دارین متقابلا قدردانی میکنم از همه هموطنان عزیزم، هم زبانان فارسی زبانان، کسایی که به هر حال افغانی های عزیز که خیلی لطف دارن و حتی در امریکا هم که هستن یا در جاهای دیگه لطف میکنن و تماس میگیرن. ما میخوایم، من امروز واقعا میخوام در مورد مسئله مهمی که خیلی در ایرانی ها، نه ایرانی ها، اصولا آدم هایی که ناموفقن یا آدم هایی که استرس دارن، استراب دارن یا به هر حال نمیتونن اون به هدف ها و گل هایی که توی زندگیشون دارن برسن، یه اشکالاتی که وجود داره میتونه دلیل این باشه که ما ضعف اعتماد به نفس داریم، یعنی نمیتونیم در حقیقت بفهمیم که کجا قرار گرفتیم و کمبود اعتماد به نفس خیلی میتونه ما رو باز داره از سایر برنامه ها. اینم آدم ها با توجه به این که من خیلی توی تراپی افراد مختلفی رو که دیدم و وقتی ضعف اعتماد به نفس دارن، با اینکه روش ها و تکنیک ها و میدونن کجاست، خودشون قادر نیستن، لازم کمک بگیرن. برای هر چیزی لازم شما کمک بگیریم و با یه آدمی که متخصصه و اکسپرته بیاین یاد بگیرین کجا قرار گرفتین، یاد بگیرین اگر توی زندگی احساس میکنین که موفق نیستین یا رضایت ندارین. به هر حال همه اینا میتونه برگرده به این که شما به هر حال ممکنه که یک جاهایی وقتی کم میارین استاپ میکنین اون کارو، یا تو ارتباط ها، همه چی، ارتباط با فرزندانتون، ارتباط با همسرتون و ارتباطات اجتماعی و ارتباطات خانوادگی از همه مهمتره که ما این ارتباطات رو خیلی خیلی بهش باید اهمیت بدیم و بدونیم که کجا قرار گرفتیم. مهمترین مسئله از بعد تولد تا حدود 7-8 سالگی و در اون چند سال اول زندگی، اینقدر ما داریم در مورد این مسئله که چقدر مهمه، چقدر برای آینده انسان ها مهمه. وقتی که من واقعا این کلاینت ها میبینم و توی تراپی میبینم که واقعا چه چیزهایی رو اینا، ایشوهایی که از اون زمان گرفتن و نگه داشتن و بر مبنای اون تفکر، بر مبنای اون آسیبی که دیدن، دارن زندگی میکنن و هم زندگی رو به خودشون تلخ میکنن، هم حالا به اطرافیانشون یا با همسرشون یا بچه هاشون. این که خیلی مهمه که ما بدونیم و ببینیم کجا قرار گرفتیم. حتی وقتی که اینها در تراپی قرار میگیرن،
و در هیپنوتراپی یا هیپنوتیزم قرار میگیرن و یه دفعه آگاه میشن که کجا چه ضایعه ای براشون پیش اومده، خیلی خیلی آگاه میشن، یادشون میاد. مخصوصا کسی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، افرادی که حالا در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، مطالعات روانشناسی نشون میده که اگر اون کسی که به اینا تجاوز کرده از نزدیکانشون باشه، کسایی باشن که در اطرافشون هستن و باز هم اینا رو میبینن، این ضایعه خیلی بیشتر اثر منفیشو نگه میداره تا کسایی که با یه غریبه بوده. این تحقیقات نشون داده که با غریبه میتونه یه مقدار با تراپی اینا زودتر اونو از شر اون به هر حال احساس تقصیر و گناه، احساس خشم یا هر چیزی که دارن نجات بده. ولی اگر آشنا باشه یه مقدار زیادی کار رو مشکل تر میکنه. ولی خب کلن خیلی خیلی اثراتش دیر از ذهن پاک میشه، خیلی آسیب زننده است. بنابراین یادمون باشه که فرزندانمون رو، حالا من دارم برای پدر مادر میگم، حتی اونایی که هنوز فرزند پیدا نکردن، حالا ازدواج کردن، حتی حامله هم نیستن، ولی باید اصول پدری مادری رو یاد بگیرن. اگر نخوان که برن و این ایشوها و اشکالاتی که ممکنه در ارتباط با تربیت فرزندشون در آینده سرنوشت اونو تحت تاثیر قرار بده، یه مقدار باید این رعایت این مسائل رو اگر آگاهی ندارن یاد بگیرن و آگاه باشن. که من یک آشناهایی ما، این بچه، این من نمیدونم حالا از اول هر کی که دنیا میاد، حالا توی امریکا هم دنیا اومده، آزمایش مختلفی ازش میشه که ببینم مثلا پیکیو نداره یا مشکلات دیگه ای نداره، آسیبایی دیگه ای نداره، همه رو آزمایش میکنه. ولی خب خیلی مهمه که پدر مادرها همه اینا رو حواسشون باشه در هر جای دنیا که هستن، همه این آزمایش ها بشه. وقتی کسی پیکیو داره، یعنی که دیاستاز هضم فنیل آلانین رو در مغزش نداره، یعنی اگر این بچه رو تشخیص ندن و بیاد با شیر مادر یا شیر حیوانی بزرگ بشه، چون پروتئین هایی که پروتئین حیوانی رو دیاستاز فنیلالانین نمیتونه اونو هضمش کنه، بعد اینا تجمع میکنه تو مغز و عقب ماندگی ذهنی به وجود میاره. بنابراین خیلی مهمه نکاتی که شما میتونین در حقیقت نقش موثری در سرنوشت فرزندتون داشته باشین، در سلامت روانیش، سلامت جسمیش، و مسئولین. اگر بچه دار میشین مسئولین که این مسئولیت رو لااقل تا موقعی که اینا 18 سالشون بشه، حالا پروازی بشن، حالا البته توی خانواده های ایرونی که پدر مادر و بچه 40-50 سالشون هم میارن تو خونه، میگن ناهارشو درست کنم، شامشو درست کنم، و فکر میکنن مثلا باید از اونا هم اینجوری تیکر کنن. اما یادتون باشه که ما این در حقیقت رسالت یا مسئولیت رو پدر مادر دارن که بتونن نقش موثری در آینده فرزندشون دارن و یاد بگیرن پدری و مادری رو چجوری رعایت بکنن. من یه سری از علائم ضعف اعتماد به نفس رو که علائم متعددی هستش من در حقیقت تهیه کردم، حالا به صورت فایل صوتی هم تو وبسایت هم اینا میذارم در آینده که بتونن مردم گوش بدن، بعد توی یوتیوب هم میذارم. شما باید ببینین که چه علائمی دارین برای ضعف اعتماد به نفس. یعنی یه آزمایشی از در خودتونه، آیا در مورد خودتون
از کلمات منفی استفاده میکنین یا موقعی که دارین حرف میزنین تمام مدت از عدم موفقیت های خودتون، شکست هاتون میخواین صحبت کنین و تمام مدت خودتون رو در اون جایگاه میبینین. این یکی از علائم ضعف اعتماد به نفسه، وقتی که در مورد خودتون صحبت منفی میکنین. دیگه حسادته، یعنی حدود 18 علامت اولیه، 30 علامت جسمانی روانشناختی و عاطفی هست، یعنی حدوداً 48 تا عامل ضعف اعتماد به نفسه که اینا رو اگر بدونین میتونین رو خودتون تجربه کنین و ببینین چطوریه. ما اگر حسادت داریم با دیگران، علتش اینه که نمیتونم خودم رو به اون حد اون فرد برسونم. ما قابل مقایسه با هیچ کس تو دنیا نیستیم. من فقط با خودم قابل مقایسه. هیچ کسی با من نمیتونه تو این مسئله برابر باشه و هیچ کسی نمیتونه در اینجا بیاد و در این مقایسه قرار بگیره. پس حسادتی وجود نداره. ما میتونیم رقابت در حقیقت پیشرفت کننده داشته باشیم، یعنی میتونیم یه الگوی آدم موفق رو جلوی خودمون مجسم بکنیم و این الگو رو ببینیم که قدم به قدم ببینیم اون چطوری قدم ها رو برداشته، راه ها رو چطوری رفته که تونسته به اون موفقیت برسه. حالا اگر سوالی دارین در ابتدای برنامه از همتون خواهش میکنم زنگ بزنین که من بتونم در این رابطه باهاتون صحبت کنم، که آخر برنامه خب یکم وقت زیقه و الان این وقت رو گذاشتم. هر سوالی دارین در اون رابطه میتونین بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید خانم دکتر. جانم صحبتون بخیر، من عزیزی هستم. خانمه میخواستم که راجبی من مدت یه 2 سال یورین انفکشن میگیرم، بعد امارای و نمیدونم کت اسکن و همه بایوپسی و همه این کارا رو کردن، گفتن که این یورین انفکشنه. بعد مدت 2 سالی که من آنتیبیوتیک میخورم، بعد الان 2 هفته نشده که من تقریبا 3 هفته است که آنتیبیوتیک رو خوردم تمام شده، دوباره الان صبح دیدم تو واژن هم میسوزه، رفتم دستشویی تو ادرارم خونه. والا من در حقیقت تخصص روانشناسی دارم، ولی اینکه شما اینفکشن کردید و بعد چطوری که شما با یه دونه دکتر رفتید؟ من شما از کجا زنگ میزنین؟ من از لس آنجلس زنگ میزنم. شما من برنامه‌تون توی رادیو گوش دادم تو تلویزیون، بعد شما گفتین که اینا یورین انفکشن. نه من که متخصص اشتباهات من گرفتیم. من متخصص روانشناسی هستم، روانشناسی بالینی، ولی اصلا تخصص زنان ندارم. حتما شما خانم دکتر میترا زکریایی هستین؟ من دکتر پروین نظامی هستم. اونجا روی ما آیم ساری اشتباه گرفتم. آیم ساری خواهش میکنم، من تعجب کردم. خواهش میکنم آیم ساری خوبه که خانم بودیم دیگه، بیشتر از خجالت دکیم. نه خجالتی نداره، خانومم نباشه آقا هم باشه دیگه، به هر حال یه اشکال جسمی آقا و خانوم نداره. شما اون اشکال دارین مطرح میکنین، دنبال راه حل میگردین. به هر حال متاسفم شما هیچ راه حلی نداریم. من روانشناسم، راه حلای پزشکی درمانی ندارم. من راه حلای منتالی، آن چیزایی که میتونه مایندفولنس و اورننس یادتون بدم چطوری اعتماد به نفستون زیاد چه، چطوری حرمت نفس پیدا کنین، چطوری به هدفتون برسید. انشاءالله که جبران این زحمتتون رو بکنم به امید خودم. خواهش میکنم. در تلفن دستی هست کش مزاحمتون. خواهش میکنم، لطف دارید. قربون شما. مرمت زیاد. خدا نگهدار. خب خدا ما وقتی که حواستون باشه نگاه کنین به مانیتور، اسمو ببینین، بعد
هر حال میتونه از این اتفاقات بیفته، اشکالی نداره. حالا اینکه شما چیزایی که میتونه علائم ضعف اعتماد به نفس باشه، علائمی که شما مشاهده میکنین در خودتون، باید خودتون رو تست کنین. آیا احساس گناه میکنین؟ گناه اصلا معنیش یعنی چی؟ چه حسی هستش که القا کردن تو جامعه این کار گناهه، اون کار ثوابه، اون کار؟ نمیفهمم گناه رو به چی تعبیر میکنین. ممکنه که احساس بکنین مثلا اگه قرار بوده درس بخونین برای کنکور نخوندین، حالا مثلا احساس کنین وای من تنبلی کردم، از این طریق میتونم قبول بکنم، یا یه سری از این چیزا. بنابراین دیگه فکر میکنیم فایده ای داره هی من قصه گذشته رو بخورم، پیکچری که از توی ذهنم از تصویر گذشته میاد، ما تمامون گیرمون پیکچرا میفتیم و خودمونو تخریب میکنیم. هر وقت که یاد بگیریم که چطوری الگوهای ذهنی خودمون رو بر مبنای خواسته های خودمون تنظیم کنیم، نه بر مبنای ناخواسته ها و اون چیزی که نمیخوایم در زندگیم اتفاق بیفته بهش فکر کنم. اما بلد نیستین. الان خدا رو شکر من دیدم، من 15 ساله دارم توی تلویزیون در مورد اینکه ما چطوری ذهنمون رو تربیت کنیم که به میل ما رفتار کنه، نه برخلاف خواسته من. وقتی که من ذهنم رو تربیت میکنم که به میل من رفتار کنه، شروع میکنم اون چیزی رو که میخوام در زندگیم اتفاق بیفته کرییت میکنم، خلقش میکنم، اونو به وجودش میارم. چون ما خیلی قدرتمندیم از نظر تفکر، اون نمیتونیم درک بکنیم که چقدر ما میتونیم تا کجاها بریم. ما میدانیم که چه هستیم، اما نمیدانیم که چه میتوانیم باشیم. و شما اینو نمیدونین که چی میتونین باشین و چقدر میتونین از اون قدرت ها و قابلیت های خودتون استفاده کنین. بنابراین در ارتباط با مسئله یه چیزی که خیلی مهمه، شما اگه هدفی تو زندگیت نداری، هدف های مشخصی در زندگیت نداری، آدمی هستی که همیشه وری استرس داری، به دلیل اینکه نیومدی یه خطی رو برای آینده خودت مشخص بکنی که اون رو دنبال بکنی. هر وقت که بی هدف، همه آدم ها فرقی نمی کنه، هر کس که بی هدف بود و نشست ببینیم چی میشه، ما اجازه ندیم که اوضاع احوال بیاد حاکم بشه و برای ما تصمیم بگیره، خودمون تصمیم گیرنده باشیم. شرایط ما رو به یه جایی نکشونه که ما توی یه سکنجی گیر بکنیم. شما یاد وقتی که از خودتون میخواین صحبت بکنین و احساستون رو بگین، خجالت میکشین یا نمیتونین بگین، اگه از یه چیزی دلگیر بشین، بین ارتباط بین همسران من دیدم مثلا دلگیر میشه، از اون انتظار داره، توقع داره که یه کاری رو براش بکنه و اون که نمیکنه این ناراحت میشه. چرا؟ برای اینکه ما فکر میکنیم همه قدرت دارن ذهن منو بخونن، ببینم من چی میخوام، به میل من رفتار کنن. آیا شما هم اینطوری فکر میکنین که من نمیگم؟ خب خودش باید بدونه من این نیاز دارم. حالا به همسرش، حتی به بچهش، من نمیگم کمک کن، این مثلا میز و جمع کن با من. خودش با مسئولیتش رو بفهمه. وقتی بیان نمی کنی، آزرده میشی، اون انجام نمیده، این یعنی ناتوانی که شما دارین در بیان خواستت، در بیان آن چیزی که میخوای برات اتفاق بیفته و نمیای حرفشو بزنی و انتظار داری مردم ذهن خانی داشته باشن. ما اشکالاتی که داریم اینه که فکر میکنیم که آدما باید بتونن
بر مبنای شناختی که از من دارن ذهن من و خواسته منو درک بکنن، بخونن و بهش عمل کنن، یعنی بیان در جهتی که من میخوام و اونا اونطوری رفتار کنن. خب این تفکر یعنی چی؟ یعنی که ما همیشه احساس میکنیم که دیگران به ما اهمیت نمیدن، همونطور که مثلا توی تراپی من مجزایی که داشتم احساس میکردن که بهشون اهمیت نمیدیم و نمیخوایم اونا پیشرفت بکنن و نمیخوایم به حرفشون توجه بکنیم. بنابراین حالا ما کسی که میریم برای یه آگهی، بعد که برمیگردیم اگه تلفنی داشتین لطفاً زنگ بزنین، با در خدمتتون هستم. گروه هنری پاسارگاد با افتخار تقدیم میکند شنبه 7 اکتبر، فرصتی استثنایی برای یک دیدار، برای سپاس، سپاس از سلطان قلب ها، عارف. کی بهتر از تو که بهترینی. شنبه 7 اکتبر، سنتر استیج، اتلانتا، جورجیا، در انتظار رویارویی با عارف. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی دروازه های دلم را شکست. شنبه 7 اکتبر با عارف. از نفس افتاده بودم اومدی. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی ticketer.com/pasargad1985 و ticketmaster.com. تلفن های تماس 305-596-1111 و 407-431-8430. وارتان قرمزیان با بیش از 37 سال تجربه متخصص در گرفتن حقوق و مزایای از کارافتادگی و SSI، از ابتدای پرونده در دادگاه‌های سوشیال سکیوریتی شخصا مدافع حقوق شما می باشد و همچنین گرفتن مزایای مدیکل و مدیکر، گرفتن حقوق کپی حتی برای افرادی که تابعیت آمریکا را ندارند، حقوق پرستاری در منزل و اخذ سیتیزنشیپ. تلفن تماس 818-957-2272 وارتان قرمزیان. دفتر خدمات مهاجرت فردا، جهت اقدام برای اقامت کانادا تحت برنامه‌های سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بیزینس، دانشجویی، نیروی متخصص و خانوادگی با فرید رادفر، کارشناس رسمی مهاجرت کانادا تماس بگیرید. ما به موفقیت فردای شما در کانادا می‌اندیشیم. جهت دریافت اطلاعات صحیح و کامل به برنامه زنده هر سه شنبه 3 بعد از ظهر به وقت تورنتو، 11:30 شب به وقت ایران توجه فرمایید. با دردها و بیماری‌های خود خداحافظی کنید. محصولات میترا هلت برای پیشگیری از بیماری ها از کودکی تا کهنسالی، سلامت و آرامش خود را در محصولات کاملا گیاهی میترا هلت بجویید. ارسال به تمام نقاط دنیا. www.mitrahealth.com. آرامش و سلامت خود را در دستان دکتر میترا زکریایی بجویید. تلفن سفارش 415-450-5044. رستوران گیلانه با افتخار تقدیم می کند. رستوران گیلانه با سرو غذاهای خوشمزه آماده پذیرایی شما عزیزان می باشد. هر جمعه و شنبه موسیقی زنده با نوازندگان برتر شهر برای اولین بار در تورنتو با بند 6 نفره در سالن تاچارا برای مهمانی ها و مراسم ویژه. رستوران گیلانه با تنوع غذا و سرویسی در حد انتظار شما در محیطی متفاوت در محیط داخلی وستن پرنس هتل واقع در شماره 900 یورک میلز رود با پارکینگ رایگان. رستوران گیلانه افتخار میزبانی شما را دارد. تلفن رزرو جا 416-390-99-99.
نگران چه هستید؟ آیا املاک و دارایی‌های شما در ایران توقیف یا تصرف شده؟ آیا برای انجام امور انحصار وراثت، رفع توقیف از اموال خود، طلاق به دنبال وکلای کارآمد و مجربید؟ دفتر حقوقی میهن با مدیریت آقای کاشی با همکاری وکلای پایه یک دادگستری در ایران و آمریکا راهگشای مسائل حقوقی شما میباشد. 408 444 7000 310 967 77 55 و عضو 5050 100. دکتر بنیامین تیمورازی از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز، تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی. ما پذیرای شما در مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز هستیم. مطب‌ها در 2 منطقه بیولی هیلز، انسینو. تلفن تماس 424-302-0289 دکتر بنیامین تیمورازی. الو، سلام عزیزم، رو خط هستیم، بفرمایید. خانم دکتر، معذرت میخوام، من ابتدای صحبتتون شما در ارتباط با تجاوز و اینا صحبت فرمودین، اوکی خیلی خوب، ولی من در امتداد صحبتتون متوجه شدم شما این موضوع رو مطرح میکنین که مادرها باید مواظب باشن و باید مثلا مراقب باشن از سیر خودشون به بچه بدن و مثلا سیر حیوانی ندن. نه اصلا من اصلا یک چنین حرفی رو نزدم. من چون کار روحی روانی میکنم مهم نیست برام، گفتم از مادر میتونه اشیر خودش بده یا اشیر. اینو من نگفتم اصلا، الان که شما میگین توصیه ای که شیر مادر فقط بخورن نیست، در ارتباط با اینکه ما چقدر میتونه روابطی که ما داریم، یعنی با بچه رابطه ای که ما ایجاد میکنیم، چقدر میتونه مؤثر باشه در آیندهش. حالا ارتباطای ما اگر خشمالود و پرخاشگرانه باشه، بچه رو همش تنبیهش بکنین. ببینین زیادی تنبیه و نمیدونم تحقیر کودک یا زیادی توجه و لای پمپرز گذاشتن و هر چی رو خواستن براش فرن، هر دوتاش آسیب زننده است. و اون جانم بفرمایید. خانم دکتر، پس اگر ما حالا تکرار برنامه‌تون رو گوش میدم حتما. گوش بدیم، بله. اگر شما این صحبت رو نکردین، من الان بهتون گفتم پشت خطم، این بار دومه پس در این اتفاق برام. یعنی شما فکر میکنین که یه صحبتی رو شنیدین در صورتی که اصلا همچی چیزی نبوده؟ میخواییم ببینین مشکلتون چیه؟ حالا خود شما با خود شما مهم مسئله پیش اومده. چند وقتی پیشم من یه کار اداری داشتم، یه خانم به من یه چیزی گفت، من رفتم بعد هر چی بهش اصرار ابرام کرد، تو به من نزدیم گفت، من نگفتم. گفتم خانم به خود شما گفتین، گفتم من اینو نگفتم. الانم بار دوم با شما یعنی موضوعید شاید ذهنتون توی سوال بوده، شما بچه شیر میدین؟ مگه خودتون بچه شیر خور دارین؟ نه خیر، نه خیر. نمیدونم دیگه، به هر حال اون صحبتی که من در مورد شیر دادن مادر و اینا و شیر مادر بهتره تا شیر حیوانی، در مورد اون مسئله صحبت نکردم به اون شکل. خب این مشکلی برای من پیش اومده، نمیدونم. حالا شما دیگه ببینین اگه با جایی دیگه این کار کردین، اون وقت بعدا میتونیم، من یه 20 قماشو به رایگان با همه دارم، میتونیم به اون شماره من زنگ بزنیم، به من بگین که آره من برنامه تکرار شد، تا من ببینم اون پدرن و الگوی چی بوده که باهاتون کار. من اگر بخوام زنگ بزنم باید پیغام بزنم باید خودتون زنگ بزنیم؟ نه، میتونین توی تلگرام برای من پیغام بزنین، چون من تلگرام هم یک کانال دارم که تمام چیزای روانشناسیمون توی کانالمون، نمیتونیم پیغام بزنیم. من بلد نیستم خانم دکتر، تلگرام بلد نیستم، مگر اینکه بپرسیم. بپرسیم، یاد بگیرین. ببینین همش ما نمیدونیم، نمیدونیم و میخواین دیگه، الان همه بلدن، یاد بگیرین، بیاین با یعنی من باید بله با علم روز آشنا بشیم، بتونین کامیونیکیت بکنین. برای چی نمیخوای خودتون رو حقیر میبینین؟ میتونین یاد بگیرین و انجام بدین. من چون یه تلفنی دیگه دارم پاسخ میدم و ممنون از لطف شما. خدا نگهدارتون.
درود بر شما، بفرمایید. بخوام دکتر نظامی سلام از کردی، خسته نباشید. سلام علیکم. مرسی. من یه سوالی داشتم در رابطه با این نباید خودمون رو شرطی کنیم. البته کتاب شما رو من تهیه کردم، نباید خودمون رو شرطی کنیم، ولی در این مورد یه توضیحاتی بفرمایید خوشحال میشیم. که کجاست؟ ببینین جملهش رو بخونین. ببینین نباید شرطی کنیم در کجایه؟ اگه امکان داره من از تلویزیون گوش بدم. اجازه بدین من ازتون سوال دارم، کدام قسمت کتاب صفحهشه به من بگین که من گفتم نباید خود را شرطی کنید، اون رو میخوام بدونم. نه البته من هنوز کتابتون رو تازه تهیه کردم، اما خب من بیشتر در گفتاری شما گفتم که ما نباید خودمون رو شرطی بار بیاریم، یا اینکه کلمه شرطی رو یه چیز کردیم. آره من شرطی رو میگم ولی شما نمیدونی. اصلا من نگفتم نباید، ما یه چیزایی رو از دوران کودکی شرطی میشیم، حالا میخواین از تلویزیون گوش بدیم، ولی به هر حال ما تمام رفتارهای بزرگسالیمون به خاطر رفتارهای کودکی که با ما شده، یک سری اونا رو ناخودآگاه اینا ما اونا رو تو ذهنمون شرطی میکنیم. شرطی یعنی که بدون من که گفتم خدمتتون میتونین از تلویزیون گوش بدین. اون شرطی کردن ما برای اینکه بدونیم که از کجا اومدیم و چه چیزهایی رو با خودمون شرطی کردیم. اگر مهربانی، محبتی که پدر مادر به ما کردن، اگر طوری با ما رفتار کردن که اعتماد به نفسمون رو زیاد کردن، اینا چیزایی که ما شرطی کردیم و خوبه. یه سری آسیب‌هایی هست که اگر ما در دوران کودکی اون آسیب‌ها، پرخاش‌ها، رفتارهای ناخوشایندی که والدین ما کردن، اگر ما این رفتارها رو در بزرگسالی به عنوان یک الگوی ذهنی، یه الگوی رفتاری انجام بدیم، اینا شرطی شده های کودکیه که ما مثلا رنجش داریم. من مریضم، دیروز مثلا دختر خانم بود که میگفت من، البته وقتی الان چند جلسه از کار میکنه، گفت من قبلا به جای اینکه بیان احساس کنم اگر از یک چیزی ناراحت شدم، یعنی مثلا یه مسئله ای رو به من گفتن که منو مثلا دلگیر کردم، ناراحت شدم در مورد اون مسئله، میگه من نمیگم، بیان نمی کنم و عکس العمل نشون میدم. عکس العمل چی؟ سکوت، قهر، رنجش. شما حالا اینطوری هستین؟ شما هم اینطوری هستین؟ نه همه تو، یه عدتون از بیان احساس دارین، بهش میگه اوه من احساس میکنم اینی که گفتی یه جوری من ناراحت شدم، به من برخورد، میتونی برام توضیح بدی که مثلا منظور چی بوده؟ میتونیم دوستانه از طرف بخوایم که اگر اون حرفو زده، ولی وقتی که ما ناراحت میشیم و میریم تو لب، یعنی میام و من دیگه الان ناراحتم، اخمام میکنم، تا هم اینا رو میگن رنجش. رنجش یک نوع کمبود اعتماد به نفسه. یعنی اینا رو بدونید که چه چیزهایی شما آسیب شماست و اسمش چی هستش؟ کمبود اعتماد به نفس. وقتی من اعتماد به نفس دارم، بیان احساس دارم، ولی وقتی بیان احساس ندارین، شما نمیتونین از خودتون صحبت کنین، حرفتون رو بزنین. اینا رفتارهایی که ما اینا رو میگیم، رفتارهایی که آسیب دیدیم در دوران کودکی و این رنجش ها رو ما قهر کردیم، از طریق قهر جلب توجه میکنیم. خودتون دیدین مثلا بچه میگه من نمیخورم، یا مادر پدر درمون که قهر میکنیم میره اینو، بیا بابا تو رو خدا بیا. اگر اهمیت ندن والدین به این که اون قهر و رنجشی که اون داره، خودش وقتی محیط رو ترک کرده خودش برگرده، هر وقت میری نازشو میکشی، قهر و این نوع عکس العمل به چیزی که خود ناخواسته است، به جای اینکه بیاد بیان کنه، یاد میگیره قهر بکنه، سکوت کنه، بره. و الان مثلا من این کلاینت که داشتم، میگم مثلا دوست پسرم اگه یک چیزی به من میگفت،
من خوشایند برام نبود، من سکوت میکردم، یه حالت اخم. ببینین ما میخواییم با حقارت این که من با رفتار حقیرانه این که بی‌اعتنایی کنم، باش حرف نزنم، اونو تنبیهش کنم که بفهمه این حرف رو ندسته، که اون نمیدونه من برای چی ناراحت شدم، نمیفهمه. شایدم گفته و من وقتی نمیام بهش بگم خواهش میکنم این مسئله رو بیا با هم باز کنیم، من این چیزی که تو گفتی من اونطوری نبودم، یا این که تو برداشتت اشتباه، حرفمون رو بزنیم. هر وقت که من قهر بکنم میخوام چی رو ثابت کنم؟ یعنی من حقیرم، من ناتوانم. ایناست که ما میگم از دوران کودکی ما اینا رو شرطی میکنیم، توی وجود خودمون میاریم و اینا رو همینطوری زندگی داریم میکنیم. وقتی الان همین دختر خانم گفت چقدر من تغییر کردم، چقدر باعث شد که من رابطم با حالا نامزدشه، با نامزدم خوب بشه و چقدر تونستم رشد بکنم تو این رابطه. چون وقتی نمیدونی که رفتارهای ما چقدر گزنده هستش، اینا رو میگیم رفتارهایی که حالا از کودکی میتونه شرطی شده باشه. معمولا من برای این از دوران کودکی صحبت میکنم که دوران کودکی از بعد به تولد تا 7-8 سالگی سنیه که این سن به خاطر اینکه مغز ما رشد سریعی در این چند سال اول زندگی داره، ما گیرایی که ذهنمون داره بسیار شدیده و اون رفتارهای اونا تو ذهن ما تثبیت میشه، حالا چه خوبش چه بدش. و اگر ما اون رفتارها رو که ما کردن تو ذهنمون نگه داریم و در سنین بزرگی اونا رو بیایم انجام بدیم، اینا رو بهش میگن شرطی شده یه رفتارهایی که دوران کودکی داشتیم. یعنی چی؟ یعنی رفتارهایی که والدین با ما انجام دادن، ما احساس حقارت کردیم یا احساس اینو کردیم که خواستنی نیستم، خوب نیستم و همه اینا رو نگه داریم و در بزرگسالی این رفتارهای پدر مادر و کاری که میکنن مهر طلبی یکی از بزرگترین خصیصه جامعه ایرانیه. حدود 70-75% از ملت ایران مهر طلبی دارن. چرا؟ برای اینکه اینطوری اینا رو بار میارن. مهر طلبی یعنی کسی که من بدم تو خوبی و من به تو مدیونم، باید بیام توجه تو رو جلب کنم. چطوری که از کودکی اینجوری بوده، وقتی که ما به بچه القا میکنیم بده، اجازه بدیم ما اینو جواب بدیم تا چون وقتمون. الو سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر. درود بر شما، بفرمایید. من امیر هستم. حدود یک هفته پیش با شما تلفنی صحبت کردم، در مورد حضرت مولانا و شمس و اینها صحبت کردیم. میخواستم ببینم، خودم خیلی به یادتون بودم، صحبت های مقدار اختصاصی بود، میدونم ممکنه که نتونیم با روی آنتن با من صحبت کنید، امکانش هست یه وقتی به من بدید، من مثلا حالا یکی دو ساعتی از همون گفتم این مزاحمتون بشم یه کوتاه چند دقیقه. من نمیدونم، چون ما الان بحثمون بحث مولانا و شمس، حالا بحث به اونجا کشید، ولی اگر سوالی در رابطه با روانشناسی دارین میتونید مطرح کنین، من جواب بدم. اگر نه شما میتونین امروز ساعت 5 بعد از ظهر به من زنگ بزنیم. 5 بعد از ظهر ما نمیدونم چنده ایرانه، فکر میکنم چشم، من تایمشو در میارم، 5 بعد از ظهر به وقت شما زنگ بزنم. خواهش میکنم، مرسی، خدا نگهدارتون. پس منو بریم ببینین، ما کاری که داریم میکنیم، رفتارهایی که داریم انجام میدیم، تمامش میتونه بسته به آسیب های دوران کودکی ما باشه، بسته به آسیب هایی که به ما زدن، این مهر طلبی که در ما هست در جامعه ایرانی، که من میخوام لبخند دروغی داشته باشم، مهر همه رو به خودم جلب بکنم، همه منو خوب بدونن و من نشون بدم هیچ دلگیری از هیچ کس ندارم، حتی ظاهرم هم نشون نمیدم، به خاطر اینکه یاد گرفتم که من بدم
بقیه خوبن. همونطور که اگر ما توی خونه اشکالی داریم، با همسرمون اشکال داریم یا داد میزنه، ما میگیم در به من همسایه نفهمه، نمیدونم مهمون که میاد میگیم تو نخور، بذار جلوی مهمون. یعنی چی؟ یعنی من بدم؟ من لیاقتشو ندارم؟ اونی که میاد اون هر که هست، یکی دیگه که جلوی من قرار گرفته، همش باید به اون سرویس بدم. اینا یادگیریایی که ما پیدا میکنیم تمام مدت. میخوایم نگفتن بلد نیستیم، نکنه بعدش بیاد اگه من بگم نه نمیتونم این کارو برات بکنم و خودتو مسئول میدونی و استرس پیدا میکنی. تمام اینا چیزاییه که ما یاد گرفتیم از دوران کودکی، به ما تو اون جامعه یاد دادن که بیا دوست داشتنی باش، چون خودم دوست داشتنی نیستم، با این حرکات دوست داشتنی میشم. بعضی ها حالا با مادرشون یارگیری میکنن یا با معمولا با مادر که مهر مادره رو هر کاری اون میگه میکنن برای اینکه محبت اونو بکنن. این مهر طلبیه به این شکل داره شرطی میشه دیگه. اون آقا پرسیدن شرطی نکنید، نداریم ما یه سری شرطی هایی رو داریم از کودکی شده، حالا ما میخوایم اون شرطی ها رو تغییر بدیم، بیاریم تبدیل کنیم به شرطی های جدیدی که برای من کار میکنه، نه شرطی هایی که کار نمیکنه. بیایم رفتارهایی رو تمرین کنیم که بشه الگوی رفتاری و پدرانها یه من باشه. بعد تمرین بکنیم لاقل یک ماه هر روز مداومت باید داشته باشه برای این تمرین. این خوب رنگرزی هم نیست که من بگم حالا دو روز تمرین کردیم مثلا از خان دکتر ما این رفتاری جدید که میدونیم اشکال داره مثلا بعد چجوری چیکار کنیم چیکار کنیم، نداره. همش به حواست باشه این رفتار اینطوری اشتباهه. اگه رنجش پیدا کردی، قهر کردی، یه دفعه یادت بیاد این رفتار اشکال داریه، میتونی بری سوال کنی. اینطوری هستش که ما یاد میگیریم کرکت کنیم خودمون رو، تصحیح کنیم رفتارهای اشکال دارمون رو، تغییر بدیم. حالا تو رابطه با همسرمون، تو رابطه با فرزندانمون، وقتی که آقا یا خانم نمیدونه چطوری با همسرش رفتار کنه، این از اون داد میزنه، اون از اون داد میزنه و نمیان با هم دیگه، میگن ما هیچ وقت با هم حرف نمیتونیم بزنیم. چرا؟ برای اینکه هیچ کدوم حاضر نیست گوش باشه. قبل از اینکه من حرفم تموم بشه، اون داره دنبال جواب میگرده. ببینی این اشکال ارتباطیه. اون اینو بهش میگن dysfunctional family، خانواده ای که اینطوری اشکالاتشون رو تمام مدون نتونستن با هم دیگه کنار بیان که اصلا مسئله چیه. و همینطور این الگوی نابجا میره و بچه ها هم اینجا قربانی میشن به خاطر دعواهای پدر مادر و اینا رو هم اونا هم شرطی میکنن این رفتارها رو برای زندگی آینده شما. هم خودمون زندگیمونو تلخ میکنیم، هم سرنوشت بچه هامونو با این رفتارها خراب میکنیم و بازم نمیفهمیم داریم چه ظلمی میکنیم، چه اشتباهی داریم میکنیم. به هر حال من این کتاب رمز موفقیت و ذهن خلاق، این کتابیه که خیلی تکنیکایی چیزم توش دادم براتون، تغییر رفتاری، تغییر باورهای محدود کننده، چه چیزی باورهای شما رو میتونه تغییر بده. و کتابیه که برای قرنها و فصول من ساختم. من کتاب جادوی باور منم الان زیر چاپه که هر وقت که اون چاپ شد، اون چطوری باورهای ما تأثیر فراوونی میذاره در سرنوشت ما، یعنی نقش حیاتی داره. اون باوری که من توی وجودم ثبتش کردم و بهش باور دارم، این میتونه من بدبخت کنه اگه باورهای اشتباهی رو من بیلد اپ کرد، و میتونه منو خوشبخت کنه. باور این که من نمیتونم، من نادانم، من شانس ندارم، من این چیزایی که تو ذهنت باورش میکنی و میاری تو زندگیت باهاش زندگی میکنی، همونطوری شما رو چیکار میکنه؟ ترمزهایی که برای جلوی موفقیت شما، نمیذاره پیشرفت کنی، نمیذاره بری و بتونی غلبه کنی به تمام این مسائلی که در زندگیت هست. بنابراین این اشکالاتی که همسران دارن، اشکالاتی که
با هم دیگه دارن و نمیدونن چه تاثیر منفی میذاره روی سرنوشت بچه‌شو و نمیان بخوان اونو حلش بکنن، کمک نمیخوان بگیرن. خب اگر شما دارین 10 سال سر یه چیزایی همینطوری با هم دعوا میکنیم، با هم دیگه بحث میکنیم، اون میگه این میگه قهر میکنه و این وقتی روشتو عوض نکردی، خب همون نتیجه رو میگیری. میگه شوهر من نمیتونم باش حرف بزنم، با زنم ما دوتا ما هم نمیتونیم گفتگو بکنیم. خب آیا اینو میگن راه ارتباطمون رو تغییر دادیم؟ اینو میگن اپروچ کردن به اون آدم، یعنی من موقعی که میخوام با اون کامونیکیت کنم یا باش ارتباط برقرار کنم، آیا تغییر دادم اون روشو؟ یعنی اومدم یه راه دیگه رو تمرین کنم با اون یا نه؟ خب بلد نیستی، وقتی که نمیدونی بعد کمک بگیری، یاد بگیرین نحوه ارتباط با اون فردی که روبروتون قرار گرفته. از این رمز موفق ذهن خلاق که با یک سیدی میاد، این حدود از سیدی یه صد خورده که دوتا هم مدیتیشن توش داره، اینو میتونین از وبسایت من www.drparvinnizami.com اوردر بدین. یک آپشن داره نوشته کتاب رو، سفارش کتاب یا اوردر ده بوک، اونی که بزنین براتون میاد و بعد آدرس و اینا رو میگیرن که بعد از طریق دفتر من براتون پست میشه و تمام کسی که الان کتاب رو اوردر داده بودن براشون همه رو تا هفته گذشته همه با آدرسشون پست شده. من از همتون خواهش میکنم یاد بگیرین که تغییر رو در زندگیتون به وجود بیارین. تا موقعی که تغییر نکنین هیچ گونه، اگر ناراضی هستین، اگر درآمد خوب ندارین، اگر رابطه خانوادگی خوبی ندارین، اگر با بچه هاتون نمیتونین ارتباط درست برقرار کنین، تا موقعی که یاد نگیرین، کمک نگیرین، یعنی درست اینه این که آب تو هاون کوبیده، همون رفتارها تکرار میشه و آسیباشو میزنه. نارضایتی برای همسرت، خودت، فرزندانت. پس بنابراین کمک بگیرین، بخواین تغییر کنین، بخواین یک در حقیقت تغییر ماندگار و پویا و بسیار ارزندهی در زندگیتون به وجود بیارین. و من نمیگم با من در ارتباط، شما میتونین کمک بگیرین بدونین که اینجا یه اشکالی داره. همونطور که اگر یه مشکلی جسمی پیدا میکنین یا سردرد میگیرین، گلو درد میگیرین، قلبتون احساس میکنین ناراحتی، میرین عکس میگیرین مواظب این، اما اینجا رو فکر میکنین آسونه، نه، سخت ترین کار با این ذهنه و مشکل ترین کار رو هم روانشناسا دارن به خاطر مسئولیت که روی مسئله دارن. و الا اون تشخیصایی که ما از طریق کلینیکی و جسمی میدن اونا خیلی آسون تره. پس بنابراین یاد بگیریم به خودتون برسین، برای خودتون اهمیت و ارزش قائل باشین و کمک بگیرین. من گفتم مشاور رایگان دارم و با افرادی که حالا واقعا مشکل دارم میتونم 20 دقیقه مشاوره رایگان با من بگیرن، از همه جای دنیا، از ایران، از اروپا، از آمریکا، از کانادا. و این کتاب منم فقط توی امریکا شما میتونید سفارش بدین و فکر میکنم شرکت کتابم یه چند تایی داشته باشه الان اگر تموم نشده باشه، ولی با وبسایت منم اگر بخواید سفارش بدین، اونایی که توی خود لس آنجلس هستن میتونن از طریق وبسایت سفارش بدن و بگیرن. من تا درودی دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و از آقای مهندس اندرو که در اتاق فرمان هستن نهایت تشکر رو میکنم برای همکاری خیلی صمیمانه‌ای که با برنامه‌های من دارن و با همه افرادی که اینجا برنامه دارن. تا درودی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن، دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می‌کند.
نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور، دکتر پروین نظامی، عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946.